شماره 601 هواپیمایی لوفتانزا به مقصد فرانکفورت دعوت می‌شوند. جهت دریافت کارت پرواز و تحویل بار به کانتر مربوط مراجعه فرمایید. متشکرم. Attention please. Lufthansa passengers on flight number 601 to Frankfurt are requested to refer to the counter for boarding pass. Thank you. نتوانم که این راحتی بدوست فیدا میکنی خانم چراغی لطفا به اطلاعات پرواز مراجعه فرمایید لطفا توجه فرمایید از مسافرین محترم پرواز شماره 601 هواپیمایی لوفتانزا به مقصد فرانکفورت دعوت میشوند جهت انجام معاینه باز و سیج به سالن ترافیک مراجعه فرمایید ببخشید خانم میشه این کسی تا بدون شوهر من ایستادن بهشون بدین نمیذارن؟ نه میگن حتما باید این نوارو مجوز داشته باشه اینا که مال نازیه که چه فرق میکنه؟ میگن برای بردنش باید مجوز داینا اینا که قدیمیه که به همین دلیل دیگه نداره براش پست کن همه باشه پست میکنم همه؟ بله اصلا منتظر بمون دیگه خیالت راحت باشه فقط رسیدین فرانکفورت حتما به من زنگ بزن حامد حامد بله چیه؟ هیچ خدا حتما توجه فرمایید پرواز شماره 433 هواپیمایی کیله از آمستردام به زمین نشست Attention please This is an announcement for the arrival of KLM flight number 403 from Amsterdam اسب سفیدم خیلی قشنگه وقتی که را میره اینجور صدا میده پتیکو 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 پتیکو
الو حامد، خوابی یا دوباره گوشی رو گم کردی؟ الو سلام. سلام، رسیدیم؟ آره، فرودگاه فرانکفورت هستیم. راحت رفتیم؟ پرواز بعدی تاخیر داره. نازی چطوره؟ ببین تلفن سکه، اگه قطع شد نازی چطوره؟ زوغ بعد از فلان تا برسیم پیش ناهیدین فکر کنم 2 ساعت دیگه طول میکشه. خب من بهتون زنگ میزنم. چی میگی حامد؟ مناز جون لطف کن سفارشای در کوزه. خوشحال بود، خوشحال بود. خالی مگه نمیخواستی خوشحال باشه؟ بود دیگه، خوشحال بود، خوشحال بود. یازپام، ابزازپام، آمیتریپتیلین سرکش، پام 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 وابدی وامیدی. بفهم اینه خوشم اومد. یعنی شما خب خیلی باحالی، یعنی واقعا دمتون گرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. قابل نداشت. خب اراده آهنین یعنی این. آخه آقای مشتی قشمشم، شما سر وامونده درد میکرد، 2 تا قرص میل نفرمودید. خب بله همین، شما اراده شو داریم.
شما. اه؟ اه. رفتی خانم، رفتی ولی بر میگردی نه؟ آره دورت میگردم که بر میگردی. اینقدر دورت میگردم تا سرگیجه بگیرم. خب تو هم که دوست نداری من سرگیجه بگیرم. بابا دوست هم داری دیگه، نداری دوست منو؟ چرا داری دوست منو؟ دلم خوبه؟ نازی خوبه؟ ناهید خانم اینا خوبه؟ حامد خیلی زحمتشون دادیم. ایشالله که جواب میکنیم. ای بیبا نازی صحبتون داره باز پر میره تو گوشی. گوشی رو بهش بده. الو. الو. سلام. دلم تنگ شده بابا. بابا جون تازه امروز صبح رفتین شما ها. جونم نهار قربونت برم که همیشه فکر منی. نهار دو فرچلو کباب با کوفیده اضافه. بله با پپسی کولا و کوکاکولا و همین چی کولا. بابا جونم چشم چشم نون و کره و رومبا پنی و گیدو با حلوا خوبه. بابا جون خوبی؟ الو شما خرس صورتیت هم جا گذاشتی یا؟ بله. خب حالا بیا باهاش صحبت کن. نازی 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 خانوم سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ من به بابات گفتم که هود هود منو با نوارا پیش شما پست کنه تا با هم ترانه پیتی گو بیدی گو بیدی گو بیدی گو بیدی گو بیدی گو رو بخونیم. جونم الو حامد تلفن خارجه ها. آخه من شما رو خیلی دوست دارم. همینطور چی؟ بگو. اینجا نمیشه اینجا که میشه. دوستت دارم دورت میگردم. دوستت دارم دورت میگردم. عشق. الو حامد تلفن خارجه ها. آخه من شما رو خیلی دوست دارم. منم همینطور. همینطور چی؟ بگو. آخه اینجا نمیشه حامد. اونجا نمیشه اینجا که میشه. دوستت دارم دورت میگردم. دوستت دارم دورت میگردم. عشق. خیلی خوب خیلی بدجنسی
میبینی من اینجا نمیتونم حرف بزنم، حالا ایتو استفاده کن. عزیز دلم نازی خوبه که؟ آره خوبه، کلی با بچه نایز قاطی شده به سرعت. خوبش برم که اون با همه قاطی میشه به سرعت. آهامه جون جانم، بس دیگه بسته دیگه، خرج زیاد میشه. مهم نیست، صحبت کن، میخوام صدا تو بیشتر بشنم. عزیز جون شام چی بگم براتون بیاریم؟ شما شام چی بخورید؟ چی خنگم من؟ عزیز اومده، چی چی آورده؟ قیمه ریزه، بهو بهو به گلمه مو، بهو بهو به مربا زنوسا، مربا یک کدو تنبل زرنگ، به 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 باغ آباد مادری. بله من بچه شما، ولی دیگه بچه نیستم. نه بزرگ شده دیگه، نره خر شده، خری که دیگه دومت پیدا میشه. این همه راه اومدی که همینو بگی؟ تلفن تظاهر میکنی که خوشحال زن به چه دارن میرم؟ من اگه حالی تو رو استعداد نشناسم که مادر نیستم که. حامد، حامد زندگیت کو؟ حامد او همه عشقی که به فازن ندریختی کو؟ حامد نازید کو؟ حامد برگشتی به 10 سال قبل؟ همه چیز تموم شد؟ جوانید کو؟ آینده بچه، آینده بچه. اونجا قرص و کپسولش رو هرج کردن یا آمپولش رو میزنن، میگه میشه یه بچه بره تو غربت میپده و بزرگ بشه در پیش رفت کنه. چرا خودت زده به خریه؟ چرا فکر میکنی من خرم و چیز نمیفهمم؟ عزیز جون شما هرس نخوری، به هر حال آینده بچه یه واقعیته. بچه های مملکت همشون بی آینده هم؟ بچه های مملکت باباهاشون شغل دارن، درآمد دارن، نه مثل من خونه خونه دایی، پسنداز زفت، درآمد زیر صفر. تو شغلت بد بود حامد، درآمدت بد بود عزیزم. مملکت مسلمونیه، دولت هم مسلمونیه، کارمندش هم باید مسلمون باشه. هره به تخمش میره، حسنی به باباش، حسنی به باباش میره، بی نمازی رو از باباش یاد میگیره. چرا نماز و روزه رو از مادرش یاد نمیگیره؟ نماز و روزه و با خانومه خندیده و نمیدونم دهنش بومی داده، همه بهونه است عزیز جون. چرا بهونه دادی دستشون؟ ده همه میخوان بهونه ندن دست کسی که تا مغز استخون دروری یا کار شدن. یه مهندس پرواز متخصص غیر متعهد بعد خونه نشین بشه، یه برادر متعهد بعد اضافه کار بگیره. اگه هنوز سر کار بودی حقوق میگرفتی، مهناز نمیره. خوابم هم برد، گفتم این قرصا رو گذاشتم توی یخچال.
عزیز جون مهناز، شما چای میخوایی برات بریزم؟ نه صبحونه هم کم بخور، نهار زود حاضر میشه. مهناز اولین زنی نیست که از این مملکت رفت. مهناز از این مملکت نرفت، از خونه رفت. حالا میگن چهار دیواری اختیاری، وقتی چهار دیواری اختیاری نیست آزادی فردی از آدم میگیرن. کمیته کلانتری، کمیته چهار تو شاخه رو میشکند عزیز من، از ریشه که در نمیارد. خیلی هم ریشه کن شدن عزیز. زن تو چی؟ خب همین فشارا، ده خوردن آدم هوایی میکنه دیگه. حامد جون دل زن برای هیچکی مهم نیست، نه تو از دل مهناز خبر داشتی نه خانوادش. حالا بشین فکر کن ببین دل مهناز چی توش بود که نتونستی و ندونستی. دلش نبود. پس درست گفتم که مهناز از مملکت نرفت، از خونه رفت. وقتی دلش نیست با این مملکت برای چی بمونه؟ خیلی عذاب بکشه، خیلی عذاب بده. عزیز. بله بله. هیچی. منزل آقای صحاف. صحاف من شما درک آقا تو رفیقشی یا قوم میشی؟ ببخشید خانم من بی اصل نصف پریه منه پیر کرد. حالش که پریه طلاق گردیه پیچه شروع وستازیشی باید خانه خالی کرد. خانه که پریه می قصدی دازد، قانونم که قانون مرده که بی لیاقت، بچه اگم مثل دسته گل، هنرمند، اصای هنرستان موسیقی. آقا باشت بینم تو رفیقشی؟ خانم من چند سال پیش یه کار پستی داشتم، داییم ایشونو به من معرفی کردن. شما من شماره شونو از قبل داشتم، اصلا تا حالا ندیدمشون. اسم شما چیه؟ اسم من حامد احمدزاده. ای آقا حامد تو نی؟ شما مگه منو میشن؟ لوله کور بشم اگه نشناسم بهت. آقا دایی شما سر اون مشکل گذرنامه شوهر خدا بیامرزم خیلی محبت کرد، یادتانه؟ آقا بله. کار او پستم یکی از همکلاسه قدیمی پریا انجام داد. خانم من چند تا کاست میخوام پست کنم برای دخترم. بالای چشم شماره تنه بده، پریا آمد میگم تلفن. نه دیگه مزاحمته، من خودم بهشون زنگ میزنم. آقا خانم منو بعد عوض میکنیم. عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره دیگه، دنبال آهو دویدن قایده نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل قافل دیگه ناز کشیدن. این ماله چم از بعد از مرگ آقاشون بود؟ ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی. عزیز داری زود برمیگردی ها؟ دل واپس خواهر دادم، میترسم دوباره خونریزی کنه، گرفتارم کنه. کاش منم حامله بودم. هستی کوتاجش کن خیال خودت راحت. حامد کاش که میمیدی با من میرفتی اون خیال هم راحت میشد. کار دارم نمیتونم. چی کار داری؟ میخواد کشم سبی؟ کوتاج دیگه کار سخت دیگه. باید به دایی بگم بره دنبال کاره، بری سری کار، بیکاری آدمو میپوسونه. دل زن برای هیچکی مهم نیست. چرا؟ برای من که مهمه. برای همین مهناز خانم اینجا نیستی ولی دوستم داری.
دوستم داری بانو، دوستت دارم بانو. کجاست؟ الان ساعت چنده اونجا؟ ببین همه جان، آلمان امکان پناهندگی نیست اصلا، سوئد هم مشکله، ولی یه راهی هست. اصلا قضیه پناهندگی نبوده هیچ وقت. نایت خانوم موضوع چیه؟ دیشب پلیس مرزی ناراحت نشیا، مهناز و نازی رو گرفته، میخواستن قاچاقی وارد سوئد بشن، دستگیرشون کردن، برشون گردوندن آلمان، الان هم تو اتوبا هست. بله گوش میکنم. تلفن اردوگاه هم میخوای بهت بدن؟ Yes please. Excuse me sir, may I talk to Mrs. Manos Afshar please? It's late, try again tomorrow morning. Please, an emergency problem. Late, it's late, good night. چی گفتی؟ میگم چرا انگلیسی نگی؟ اونا همشون بلدن. آره ولی فکر کردم اگه آلمانی صحبت کنم عرق ملیشو تحریک میکنم. خوبه فقط میخوای عرقشو تحریک کنم. آدم به پوفیوزی که میافته ایره جا میافته دیگه. قلم کاغذ هم دستت. بگو. بنویس ایش. ایش مشته. مشته. آره مشته. خب میت. میت. آره میت میم یه ته. خب فارسی هم بلد نیستی که. خب میت ماینر فراو. ماینر فراو. ماینر فراو. اشپرشن. اشپرشن. بیته. بیته. این بیته خیلی مهمه ها. یعنی چی بیته؟ بیته یعنی لطفاً، خواهش میکنم، التماس میکنم، بدبختم، بیچارم. پس بیته وقتی وزا خیته میگن بیته. نام تو وزا خیته. پس خیلی بیته. خیلی بیته. جان سلام. سلام منصور جان، خوب هستی؟ قربانتو، مرسی. چه خبر تازه؟ سلامتید حامد جان. من نهایت دو ساعتی یادن داریم کلنجار میریم با هم، در نهایت فکر کردیم باید بهت بگیم. تو حامد این دوست شما کیه؟ این که سوئد زندگی میکنه، آقای شریف. خب and bitte es ist dringend, sie ist meine Frau, bitte bitte bitte. You called before and I told you it's late, now it's too late. Good night sir.
دیشب اذیت شدی نه؟ من دفتر اردوگاهم، شمارشو که داری؟ یه تلفن بزن، بهت احتیاج دارم حامد. ببین اینجا هیچکی فارسی بلد نیست، بنابراین دوست دارم، دورت میگردم، دوست دارم. این مردی که حالا که هرکای دلت خواسته کردی به من احتیاج داری؟ سلام، صبح بخیر. ما که از پرندگی افزاده بودیم؟ سلام. مگه قرار ما اقامت نبود فقط؟ قرار ما موندن من و نازی بود. به هر قیمت، به هر شکل. قیمت شکلش برای من مهم نیست حامد. برای من؟ یعنی من پدر نازی نیستم؟ یعنی گور پدر من؟ قیمتش 2500 باش بود که تو دادی. معذرت میخوام کدر رفت، شکشم بد شانسی آوردم و الان از سوئد به زنگ زدم. ببینم آقای شریف پسر خاله من یا پسرم ای تو؟ آها، آقای شریف رفیق تو بوده، نبوده؟ بوده، دیگه نیست و تو اینو میدونستی؟ تصادفی میدمه. تصادفی؟ بارها پای تلفن باش حرف زدی؟ تصادفی با هم میرفتیم، چه میدونم جشن، مهمونی، کف، زهرمان لای قبرستون. متاسفم که قضیه به این سادگی. بابا درباره سوئد یه سوالی داشتم از شریف. ایشون سوئد زندگی میکنند؟ آره، برای کارش میاد آلمان. ایشون دولت سفیر سوئد ان توی توی اون خراب شده؟ حامد، من چه کاری به تو دروغ گفتم؟ هیچ معلوم نیست که دروغ نگفته باشی، بس که من ساده و زود باور و خرم. گوشی بده به نازی. نوارشو پست کردی؟ نه هنوز، گوشی بده به نازی. نازی نیست الان، با پلیس مصاحبه داریم. الو نازی، حامد، پلیس. الو زود برگردین ایران. برگردین؟ مگه من آلت دست تو هم؟ نه، من آلت دست تو هم. تو هم توافق کرده بودی من اینجا دارم به حضری میذارم که بمونم. حامد زندگی تو اردوگاه تن انداخته. مگه من خانه ها نازیم داری سختی رو تحمل میکنه، پس سخترش نکن. نازیه کرده چتر خودش، نازیه کرده سپر خودش. بله. آقای احمدزاده؟ بله. من فردوسی هستم. بفرمایید. پریا فردوسی. سلام، لطف کردین زنگ زدین، ممنونم. خواهش میکنم، من اول باید عذرخواهی کنم بابت مادرم. هممون دلمون پره خانم، تا احساس کنیم که میشه حرف زد. بله، من در خدمتتون هستم. چند تا نوار کاست مجوز نداره، میخوام پست کنم، مال دخترم. مشکلی نیست، یکی از شاگردامو میفرستم بگیر. لطف میکنید، من از این به بعدم زحمت پست زیاد دارم. میشه خواهش کنم شما را تلفن جدیدتون رو؟ بله. 204 88 31. پیش شماره مون یکیه، باید هم نزدیک باشیم. دور نیستیم. پریا خانم. بله. ببینید، من از مادر شما کم طاقت ترم. من یه سوالی دارم که باید از یه خانم بپرسم و ترجیح میدم که از آشناهای نزدیک نباشه. من میخوام حالا اگرم جسارت شما بذارید پای کم طاقتی من. ابراز عشق و علاقه از طرف یه زن چجوری میشه فهمید که در واقع حقیقیه یا حقیقی نیست؟ همینقدر بگم که هیچی یه روزه یه شبه اتفاق نمیفته، نه عشق نه نفرت. هر چیزی قبلش مهمه و قبلترش و خیلی قبلترش. دوست دارم خره، چرا نمیفهمی؟ همیشه دوست داشتم. خفشو کسافت. آدم از روی زنش، مادر و بچهش، عشقش اینجوری فکر میکنه. Thank you.
از من که درختان نیست. شما هم نه منظورم اینه که ببخشید نازی بابا استخت چطور بود با شما؟ عالی. بانو مهناز خانم استخت با شما چطور بود؟ عالی. ببین تو استخت زنونه حق نداریم میفهمیم؟ آقا فرزاد گوشت میدین آقای اسدی؟ آقا چوم هسته؟ نیستن قربان بفرمید پس قربونت یه دوتا غذای اساسی با مخلفات و همه چی بفرست کوچه پشتی ما آره پلاک 6 طبقه دوم خانم فردوسی ببخشید امری دیگه نداره میخوای یه غذا مرا خودم بفرست قربانت خدا یه خواهرم اون طرف وایساده هی چپ میره راست میاد تذکر میده یعنی واقعا از دماغ آدم در میاره با کی نیست در میاره دوست نشو خوشگی حامد من میتونستم یه دونه فیلم بگیرم از این استخرا اینقدر به درد میخور واسی من میتونستم یه دونه فیلم بگیرم از این استخرا اینقدر به درد میخور باسی دیگه تو اونو کار نداشته باشه بفرمایید خواهش میکنم برای ما یه ترانه بخونی ترانه خاطراتمونو بخون دل دیوانه حسله دلی حامدا من ایزا دلم بخون دیگه وقتی بری دلم برای تنگ میشه خره بخون دیگه خیلی خوب با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او پنهان کردم واسه کی داری گریه میکنی واسه من که نباید میذاشتی میرفتی پس واسه خودت میگه از این که سالها با مردی زندگی کردی که دوستش نداشتی احساس گناه داری میکنی بخند قربونت برم یا از همون موقعی که آقای اصلا نمیفهمم بخند ببینم چی شده مگه یکی بگم چی بگم مهناز خانم مهناز خانمم چی شده داری گریه میکنی نگیر اومه اشرف
بله اومدم. سلام علیکم. سلام. قضیه خانم فردوسی هم دادی دیگه؟ بگمونو نشونتون درست نبوده. چطور؟ زنگ زدم گفتم منظر خانم فردوسی، گو بره. خانم موسمی بود، گفتم از رستوران غذا بودم، گفت صبر کن. بعدش حتی خانم جوون گفت که اشتباه اومدی. منم گفتم که اون خانم قبلی خون نگفت اشتباه اومدی، گفت اون خانم من کوشش سنگینه. اگه من برای شما شام فرستادم فقط خواستم یه جوری از شما تشکر کرده باشم، همین. شام؟ متوجه نمیشم. من از خونمون خونه شما رو میبینم، شاگرداتون رو میبینم که دارن. خونه من میبینید؟ من که شما رو نمیشناسم. آقای احمدزاده، اون خونه خونه یکی از شاگردای منه، ترگل افخمی. واقعا؟ واقعا. شما که لولو خورخوره نیستین. من قدر مطمئن بودم که برای شما شام فرستادم. ممنونم، البته شامتون رو قبول نمیکردم. به هر حال خانم پریا، من مرد هر... ببینید خانم، من زن دارم. زنتونم دوست دارین، کاملا معلومه. از کجا معلومه؟ همین که به یه زن دیگه میگی. پریا خانم، من اگه میشه فقط میخوام با شما صحبت کنم، همین. آقا حامد، من یه زن شکست خوردم. اتفاقا به همین دلیل، تجربیات شما، همین چیزی که امروز به من گفتین، باعث شد توی گذشتم سرک بکشم. خوبه، فقط مواظب باش غرق نشی. و یه چیز دیگه، زخمای آدم سرمایه‌ست حامد، سرمایه‌تو با این اون تقسیم نکن. داد نکش، هوار نکش، آروم و بی سر و صدا همه چیزو تحمل کن. نزدیک بودم که بخوام گلایه کنم، نه اونقدر دور بودم که نمیدونم. همیشه فکر میکردم دارم جوری زندگی میکنم که تو میپسندی. چیکار کردم که نپسندیدی؟ بازارتون گرم آجی؟ بازار حاجی فیروز گرم آقای احمدزاده. حالا گرم سرد ولر، من زن بچم اون بر معطل این بر سال هستم پول میخوام. پولو که منم میخوام، نصفشو نقد میدم، نصفشم چه که اولی بری. کی میفرستی ببرن؟ کی بفرستم؟ من همیشه خونم. Thank you.
یالونی دارم خیلی قشنگه، وقتی که میزنم این رو صدا میره. اسب سفیدم خیلی قشنگه، وقتی که را میره این رو صدا میده. پیتوفنگم جوشیه قشنگه، آخه مامان تو نگاه کن، گلا رو نگاه کن، چسباش معلومه. تو ببین بعد دو هی بعد در مورد بابات خوب بخون. خیلی قشنگه. اوه ماشی منو به اینه که هم بسته بابام رفتن. بسته بابام تا آخرش میخوای فیلم برداری کنی. بسته بابام رفتن. عیدتون مبارک عزیز جون. عید تو هم مبارک. انشالله امسال سالی خوبی باشه. داره نمیخوای بیای حامد یه سری؟ فعلا میام، تنهایی برام خوبه. باشه، به هر جو سلام میدونی. همه خوبن؟ همه خوبن، تو خوب باشه، همه خوبن. حامد دادا سلام، عیدیشو مامو مبارک. من صدیق خانومم. فکر کردم باید حتما خودم معرفی کنم، ممکنه آجیدون رو نشناسیم. ماشاءالله سایدون خیلی سنگین شده دادا. ما به چه دار شدیم، به چمون بزرگ شد، رفت مدرسه، رفت دانشگاه. سلام مامی، عیدت مبارک. پول رسید؟ آره، شرمنده تا واقعا. بعد از تعطیلات بازم میفرستم. یعنی تای خط برم دیگه؟ تو که به هر حال میری، رفتی، پس برو دیگه. منم که نمیخوام زنجیرت کنم، هیچ وقت نخواستم. گوشه بده به ناسی. نمیخوای بیشتر با من حرف بزنی؟ حالت خوبه؟ خوب میشم، تو خوب باشی منم خوبم. باش، گوشه بده به نازی. یه دقیقه صبر کن برم نازی رو از تو حیات صدا کنم. سلام بابا جون، قربونت برم الهی، عید شما مبارک. بابا جونم، ما که مثلا یه عیدی برای خودمون گرفتیم، تو چی؟ منم بابا جون عید گرفتم با شما ها. عکس شماست، فیلم مامانه، آواز پیتیکو پیتیکوه. قربونت برم من. ولی چهارشنبه سوری بابا خیلی کیف داد، یه عالمه آتیش روشن کرد. بله بابا جونم. پیشو هم خوبه، خوبه بابا جون، اونم خوبه، سلامت میرسونه. قربونت برم. میکرم برسون، عیدشم بشه بگو مبارک. چشم چشم، حتما. حامد چونه من این لباس رو بزن بالا؟ بزن بالا لباس تو. چی رو بزنم بالا؟ آخ حالا بگو چی شده؟ چش داری خب میبینی چی شده دیگه؟ علتش رو بگو، علتش. اصلاح ناپذیر، میدونی یعنی چی اصلاح ناپذیر؟ چونه تو این بهترین مدرک برای بنامندگی.
جون تو این بهترین مدرک برای پناهندگیه. بالاخره سفر تاریخی همسر بنده به چهارم میپیوندد. من هم مثل خر توی گل موندم. راستی نظر شما چی خرم؟ در مورد چی؟ شما افتخار میکنید که ایرانی هستید یا بدون افتخار ایرانی هستید؟ ای ایران، ای مرز پرگوهر. لطفا تفریح نفرمایید، خواهش میکنم. رفتن یا نرفتن مسئله در این است. ببین صد بار گفتی ها، منم زارم قانع شدم، اما واقعا ته دلم نمیدونم چرا باید بری. عیدت مبارک پریام. عیدت هم مبارک حامد، صد سال به از این سال. ممنون. ببینم هنوز داری سرک میکشی توی گذشته. آره کی تموم میشه؟ تا وقتی که پرونده بسته بشه، بعدش دیگه تو سرک نمیکشی، گذشته سرک میکشه. نوزی خوشگلم عزیز دلم، گنجش که دلت میزنم پپر میزنم پرک کفتر دلم پرک کفتر دلم ترک کفتر دلم ترک کاسه دلم برداشته ترک خودم هم رفتم به درک. بله اومدم. سلام علیکم آقا حامد، ما انقدر سماجت میکنیم تا شما با ما حرف بزنیم. آقا حامد. سلام دایی جان. سلام، گفتیم یه حالی بپرسیم. لطف میکنیم دایی جان، شما خوب هستی؟ صدات میگرده دایی جان؟ نه تو پله هم پسچیدنه داره. خبرهای خوش انشاءالله، خیر باشه. حالا هرچی بوده که شر بوده دایی جان. گاهی شامه ما دایی جون خیر و شر رو درست تشخیص نمیده. مقدرات الهی به هر صورت خیره، شما مثبت بده، به خودت روحیه بده. بعدش هم دایی جون زندگی یعنی همین، از دست دادن و به دست آوردن. دیگه خداوند گرد حکمت ببنده دری، به رحمت گشاید در دیگری. شما توکل کن دایی جون، همیشه هم بگو خیره، خیر انشالله. کاش همه چی با انشالله گفتن درست میشد دایی جان. آه یه حکایتی برات بگم، وقت تو نمیگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. حرفای شما همیشه منو آروم کرده. ممنون، نظر لطف آقا حامده. عرض کنم گفت کجا میری؟ گفت میرم بازار خر بدم. گفت بگو انشالله. گفت بازار پر خره، جیب منم پر پول، انشالله نداره. یه ساعت بعد طرف داشت برمیگرد، همون شخص دیرست. گفت چی شد؟ سر نخریدی؟ گفت تو شروعی بازار انشالله جیبمو زدم، انشالله پولمو بردم، انشالله خر نخریدم. حالا هم دست خالی دمم. دایی جان من به شما زنگ میزنم. ارو ارو آقا همه ارو. شر شر نکبت. کیه؟ خانم بزرگ من پشت در موندم، میخواستم از توی تراس شما دنیان هشکین کیه دنیان. خانم بزرگ من همیشه پشت در که میمونم، از تراس توی طبقه شما میرم تو تراس خودمون. من احمد زادم، همسایه طبقه بالا. آقا حامد تمشنسون تصدا مشنسون، هم مدت زمینگیر ببیچون، شاید خبر ندار. صبر کن بچه، هر جای دبین الان پیدا ببین. این وکالتنامه چیه؟ قضیه طلاق چیه؟ طلاق سوری و ظاهری؟ آره بدون آره طلاق همه زحمت ها و خرج ها به هدر میره، با طلاق آره کارت راحت تر پیش میره. کارت تو دور پدر من. ولی نازی چی؟ اون کجای کار توه؟ همهش به خاطر آینده نازیه یا نه به خاطر منه؟ چون عاشقمی، عزیز دلتم. یه تار موی منو با ست مرد اروپایی عوض نمی کنی؟ با مرد آسیایی چطور؟ شرقی، ایرانی، تهرانی، یا آقای شریف بوگندوی هیز نکبت که دائم خیکشو میخارونه و آروه میزنه؟ خاک بر سرت، خاک بر سر من که چه کثافتی رو خونم بهش میدادم و نمیدونستم. این رابط میپرسی چم شده عزیزم؟ هیچی، شغلم عوض کردم. با اندازی به هم میاد؟ نمیتونی مثل آدم حرف بزنی؟ نه دوست دارم بزنم اون برتم.
کیه؟ بله آقای احمدزاده. چیه آقا؟ بفرمایید پایین. واسه چی؟ چکه 3 میلیونی. چکه چی؟ تو رو گلگشت. آقای احمدزاده، آقای احمدزاده، از طرف خانم فردوسی اومدم. آقای احمدزاده، خونه نیستی؟ الو، من براتون شعله زرد فرستادم. ترگل گفت هر چی زنگ زده حتما نیستین دیگه. الو، مادرتون؟ نظر چی؟ آقای احمدزاده، این چیزا رو نمیپرسن هیچ وقت، فقط میگن نظرتون قبول. نظرتون، نظرشون قبول. ترگل کاسه رو گذاشته بوده پشت در، گفتم نکنه گربه ای. نگران شعله زرد بودین یا کاسهش؟ خب راستش نه، نگران شما هم شدم، چون گفته بودین هیچا نمیرین. ببخشید میپرسم، کجا بودین؟ من خودم رو تو خونه زندانی کردم. همسایم یه ترتیبی داد که یه تنوعی توی زندان ایجاد بشه، سلولم رو عوض کردم. یعنی؟ یکم زندان بودم. واقعا؟ یه چک 3 میلیون داده بودم به تور برای ضمانت این که خانم آلمان نمونه. حالا مونده. یعنی باید همه پولو بدی؟ تا یه قرون آخر. مشکی زغالی 2000، مشکی زغالی 2000، تهران 11 جیل دوست مدل 70، مشکی زغالی 2000، مشکی زغالی مدل 2000، تهران 11 جیل ایکس مدل 70، مشکی زغالی 2000 مدل 70، مشکی زغالی 2000. بله. سلام، ببخشید، خانم فردوسی هستم. خانم پریا فردوسی؟ بله. شما شاگردشون هستین؟ بله. شاگرد هنرستان؟ نه خیر، من شاگرد خصوصی هم. بفرمایید بالا. این کاسه مال خانم فردوسیه، خیلی وقت پیش لطف کردن برای ما شعله زرد فرستادن. اینو حتما شما بهشون بدید. منم احمدزادم، حامد احمدزاده، یادتون که نمیره؟ نه خیر، ولی آدرس خانم فردوسی اینجا کوچه 6، خانم فردوسی کوچه 8، درست پشت این کوچه، پلاک 6 طبقه. میزنه پرک کاسه ی
دلم برداشته ترم. مجبور میشن اونم به خاطر امنیتشون. ببین قبول کن که اگه یه مردی تو شرایط تو احساس کنه که یه زنی با شرایط من نزدیکشه، میدونی حامد همیشه از آخرش میترسم. شما من اینجوری شناختین خانم فردوسی؟ پس تشریف داری؟ من اصلا شما رو ندیدم، تازه نمیدونم اصلا شما چه شکلی هستین. مگه من میدونم؟ منم نمیدونم شما چه شکلی هستین. این به اون در اولا، ثانیا چیزی که من میگم میتونه فقط جنبه عاطفی داشته باشه. خانومه نیاز به یه همزبون که شما داری طبیعی هم هست. من دارم. خانومه فردوسی، اگر شاگرد ویالون به دست شما کوچه هشتم رو باشه شما اشتباهی نگرفته بود، شما اصلا لازم نبود که این همه آسمون ریسمون به هم دیگه ببافید. آقای حامد تو زن داری، زنت هم دوست داری، به حرف این اونم گوش نکن. از کجا معلوم که زنت از گل پاک در نباشه؟ اون همه که 10 سال پس زدم دیگه پس نمیزنم. با اینکه از طرف خود شما تمایلی نبود دایی جون، ولی چون عزیز مرتب سفارش میکرد من بالاخره رفتم با حاج آقا صحبت کردم. شما مشکل جدی نداری، یکم مدارا کنی میتونی برگردی سر کارت. بیکاری دایی جون آدمو میپوسونه. در عوض کار دایی جان درباره خونه قبلا لا لا که شما هر موقع بفرمایید من 10 روزه خالی میشم. شقیقه چه ربطی داره دایی جون؟ من دارم درباره کار شما صحبت میکنم. خونه به حساب و کتاب من عزیز مربوطه. شما معذرت میخوام از شما. بگذاریم، زحمت کشیدید، خیلی ممنون. شما گفتین یه آشنایی توی وزارت امور خارجه دارید، آشنایی با نفوذ دیگه. بله. جایی با پایین ما اینا نمیپذیرید. هم بفرمایید. میخواستم یه تحقیقی بشه راجع به وضعیت مرحله زدن. آخرین مرحله شامه. یکی از اون ازدواجای مصلحتی، یه جوون حاضره. چرا لقمه رو دور سرت میگردونی عزیزم؟ آقای شریف هم آدم پاکیه، هم آدم خوبیه، خودش زحمتشو بکشه. منم براتون دست گل میفرستم. باشونه کردی همه؟ اون بدبخت خودش ازاج و مشکلات داره با زن و بچه. کدوم زنش؟ زنی که 2 سال پیش ازش جدا شده. 2 سال پیش، درست زمانی که شما به فکر آینده نازی افتادی. من از این مزخرفات سر در نمیارم. ولی من سر در میارم. خیلی چیزا داره برام معنی پیدا میکنه، چیزایی که قبلا اصلا نمیفهمیدم. ببین فقط نگو که دلت میخواست ایران بودی. بسا دلم میخواست الان امریکا بودم. مهناز اینجا که بودی همیشه اون ور پنجره پی خوشبختی بودی. اروپا هم میگی خوشبخت نیستی. ببین امریکا هم بری خوشبخت نیستی. تو کره مریخ هم که بری خوشبخت نیستی. دایی جان اگه درباره خانم سابق چیزایی سابق دیگه مگه نیست؟ جدا شدیم دیگه. چرا بفهمید؟ بله اگه چیزایی شنیدی دایی جان، درست شنیدی، دندونشو بگیر. دایی جان لطف کن با جزئیاتش برای من بگو. جزئیات که آخه اگه چیزی میدونین با جزئیاتش برای من بگین.
چشم. ببین دایی جون، اگه یه مردی یه زنی رو که زنش نیست بهش محرم نیست کتک بزنه، این چه مردی؟ حامد دادا نمیخوام نگرانت کنم، اما عزیز واقعا حالش خوب نیست. واقعا؟ واقعا حالش خوب نیست. میام داداش، میام در اولین فرصت. میام هی میگه تو اولین فرصت، اولین فرصت. بابا من نمیدونم. با مامان و عمو شریف رفتیم تلکابین سوار شدیم، انقدر گله برفی به هم زدیم، یعنی اونجا انقدر جوری بود که برفاش تا بالای پامون میرفت. خانم فردوسی، زنگ زدم که یک کار پستی داشتم. مهم اینه که زنگ زدی. از یه مخمسه نجاتم. چطور؟ از یه طرف فکر میکردم تلفن زدنم بی ربطه، خب از یه طرف دیگه هم نگرانت بودم. نگران من؟ آدم گاهی نگران یه شخصیت سریال تلویزیونی هم میشه. نمیشه؟ لابد دیگه. خب این دفعه میخوای چه چیز بی مجوزی پست کنی آقای حامد؟ یه چیزی میخوام بهت بگم. همیشه مهناز رو این روز اول دوست داشتم، مثل عکسای عروسیمون که تو این 10 سال بارها چاپ کردم و همیشه نو بود. دوست داشتن اونم گفتم درست مثل روزای اول همیشه نو بود، تر و تازه بود. تر و تازه بود؟ یه پاکت بزرگ همش عکسای مهناز، میخوام همش پست کنم. یعنی چی؟ آخرشه پریا. یعنی؟ آخرشه بعد از این که در و دیوار این خونه داره عذابم میده پریا. بذار عذابت بده حامد، این تیغ تیزی که به جونت افتاده بذار خراشت بده، بذار زخمت بزنه، اونقدر زخمت بزنه تا تیزیش کم بشه. باشه هرچی تو بگی پریا، ولی زخمه من همه میخوام. تولد نازی رو بهش تبریک بگم، مثل زنگ زدم اردوگاه گفتن اصلا اونجا نیستن، مثل که واقعا خبر نداشت که کجا. میگفت بعد وقت داری زنگ میزنیم، خواستم ببینم شما خبری چیزی ندارین. خبر که نه حامد جان، ما هم دورا دور شنیدیم مهناز کارش درست شده رفته سوئد. نرفته؟ یعنی بی خبر؟ نمیدونم والله حامد جان، از همون اوائل که منصور به تو یه چیزایی گفت معناس با ما خیلی سرسری نشد. میفهمم. Oh.
چیه برادر؟ جشن تولده. ممنوعه. زن بی حجاب نداریم. زن با حجاب هم نداریم. مرد بی غیرت نداریم. مرد با غیرت هم نداریم. نوار مفتزن نداریم. ماهواره نداریم. صور قبیحه نداریم. حشیش، گرس، تریاک، زغال خوب، رفیق ناباب نداریم. رقص، آواز، خوشی، خنده، بشکن و بالا بنداز نداریم. شرمندتونم. هیچ چیز ممنوعه کلن نداریم. بفرمایی تو ملاحظه کنید، خواهش میکنم. نداریم جشن تولد یه بچه هست ولی بچه نداریم. مهمونیه ولی مهمون نداریم. نمایشه. نمایش یه نفره. مالت خوبه؟ نه، حالم خوب نیست. حالم بده، خرابه. جرمه؟ یه رنوی سفید جلوی در شیشهش بازه. نه آقا نداریم. نداریم رنوی سفید، نداریم پژوی سیاه زغالی جی ال ایکس گردی رنگ شده، نداریم. هیچی نداریم. چی شده صدیقه؟ یا حامد دادا، آخه چی شده؟ عزیز میزیکا صورت نیست تو کما، نمیدونم چی کار کنم. گفت از نورم ایش بیمارستان تو خونم که نمیدونم چه خاکی به سرم کنم. حامد عزیز نگران مردن خودش نبود، همش میگفت یاد بیمیرم و بیچم دیر برسه قصه میخوره. حامد فقط بیا بله آقا حامد. سلام دایی جان. بریم راه میفتیم، اگه میخوای بیام دنبالت، با هم بریم. حتما، تنها نذارین. عزیز دایی شما آماده شو، یه نیم ساعتی طول میکشه تا به شما برسیم. برای چی کار کنم؟ جایی میرفته؟ مادرم مادرم شهرستان. چیزی شده؟ درست نمیدونم، کاش فقط دیر نرسه. متاسفم، کاری از دست من برمیاد؟ گربه بردنش سخته، جاش هم عوض بشه مضطرب میشه. خیالت راحت باشه. ممنون. غیر از غذاش هم فقط یه تشت ماست هست که دو روز یه بار باید عوض بشه. بلدم. ممنونم. خب پس دیگه شماره خونه تو که من آمدم دایی جان. شماره موبایلم میزنم پیشه، بنویس اینجا.
کلیدم کلید خونه است. Thank you.